گزارش‌های خبرگزاری‌های رویتر، فرانسه، آنسا و روزنامه الحیات. اعلام حمایت سناتورهای فرانسوی از مقاومت ایران، محکومیت دخالت‌های رژیم ایران در سوریه و عراق. رویتر. سناتورهای فرانسوی از احزاب مختلف سیاسی به طور متحد حمایت خود را از مخالفان ایرانی و مخالفتشان علیه دخالت‌های رژیم ایران در بحران‌های منطقه‌ای و به طور مشخص سوریه و عراق اعلام کردند. در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، سناتورها به دولت فرانسه به اتخاذ یک سیاست جدی و مؤثر در قبال رژیم ایران و حفاظت از اعضای اپوزیسیون ایران در کمپ لیبرتی در عراق در مقابل حملات و جنایات دیگری که در طی بیش از دو سال گذشته باعث کشته شدن تعداد کثیری و زخمی شدن صدها تن گردید فراخوان دادند. سناتورهای فرانسوی از دولت این کشور خواستند که در جلسه آتی شورای حقوق بشر در ماه مارس انجام یک تحقیق مستقل، جامع و شفاف در مورد حمله اول سپتامبر به پناهجویان ایرانی مستقر در کمپ اشرف توسط کارشناسان بین المللی را خواستار شود. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در این جلسه در سخنرانی خود دخالت‌های گسترده رژیم ملاها در سوریه را مشکل اصلی این کشور نامید. او گفت تنها راه حل پایان دادن به دیکتاتوری و وحشیگری در سوریه خلع ید از رژیم ایران در این کشور است. مریم رجوی در مورد عملی شدن توافق موقت کشورهای 5 به علاوه 1 و رژیم گفت اگر غرب قاطعیت به خرج می‌داد در همین مرحله برنامه بمب اتمی ملاها جمع می‌شد. رجوی افسود دولت‌های غرب باید ملاها را به تعطیلی کامل سایت‌ها و پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت وادار سازند. وی افشاگری‌های مقاومت ایران و هشدارهای پیاپی‌اش در دو دهه گذشته نسبت به خطر رژیم ملاها در منطقه که باعث گسترش بنیادگرایی می‌شود خاطر نشان کرد. خبرگزاری فرانسه. شورای ملی مقاومت ایران روز سه‌شنبه در پاریس دخالت گسترده رژیم ایران در سوریه را محکوم کرد. همزمان با شروع کنفرانس صلح ژنو 2 در روز چهارشنبه در شهر مونتروی سوئیس، خانم رجوی در یک کنفرانس در سنا گفت جامعه بین‌المللی باید بر سر مسئله اصلی یعنی دخالت گسترده رژیم ایران در سوریه تمرکز کند. خانم رجوی افسود مقامات رژیم ایران سوریه را به عنوان 35مین استان خود و عراق را رسما ملک اصلی خود می‌دانند. وی در حضور پارلمانترهایی از گروه‌های مختلف سیاسی در فرانسه گفت به همین خاطر خلع ید رژیم ایران از سوریه تنها راه حل برای پایان دادن به استبداد وحشی آن است. خبرگزاری ایتالیایی آنسا. در آستانه کنفرانس صلح ژنو 2، مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که تنها راه حل برای پایان دادن به دیکتاتوری وحشی حاکم بر سوریه بیرون انداختن رژیم ایران از آن کشور است. در جریان یک کنفرانس در سنای پاریس، وی حفاظت از اعضای اپوزیسیون ایرانی مستقر در کمپ لیبرتی، همچنین تحقیقات مستقل در مورد قتل عام کمپ اشرف را خواستار شد. در این کنفرانس سناتورهای فرانسوی از همه جناح‌های سیاسی حضور داشتند. الحیات چاپ عربستان. شورای ملی مقاومت ایران دخالت گسترده رژیم ایران در سوریه را محکوم کرد. رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت مریم رجوی در یک کنفرانس در مجلس سنای فرانسه گفت جامعه بین المللی باید روی مشکل اصلی متمرکز شود که خود را در دخالت گسترده رژیم ایران در سوریه نشان می‌دهد.